با سلام به شما. باشنده های ولایت بامیان و مردم این ولایت در طی سالهای اخیر همکار بسیار خوبی با بخش معارف بودند. با وجود از اینکه در طی 3 ماه اخیر شیوع بیماری کرونا یا کووید 19 مکاتب را به طرف یک تعطیلی بسیار دوامدار در سطح کشور سوق داده، اما ریاست معارف ولایت بامیان میگه که همکاری های مردم با بخش معارف و مکاتب همچنان ادامه داره و قطع نشده. ما در این رابطه گزارش تهیه کردیم که شرح بیشتری موضوع را در این گزارش دنبال کنید. مکاتب افغانستان همزمان با گسترش ویروس کرونا تعطیل اعلام شد، اما برخی از باشندگان بامیان چندین جریب زمین زراعتیشان را برای ساخت تعمیر مکتب اهدا کردند. برخی از این باشندگان میگویند که آنان به منظور حمایت از معارف برای ساخت تعمیر چندین مکتب در بامیان زمین اهدا کردند. مکتبی از مو جای نداشت. در منبر مردم جمع شد، شاگردا درس میخوان. بعد از مردم این منج جمع شد، جای مکتب نبود. باز مو این می لازم دیدی که می در مکتب وخم کنیم. می زمین مو خودون مو خریدیم، باز در مکتب دادیم. حاجی حیدر میگوید که اگر ریاست معارف بامیان باز هم به زمین برای ساخت مکتب در ساحات دره فولادی نیاز داشته باشد، وای زمین های بیشتری در اختیار معارف میگذارد. پس از اهدای این زمین توسط حاجی حیدر به مکتب لیسه زکریای فولادی، برخی باشندگان دیگر نیز برای ساخت تعمیر لابراتوار و تهیه لوازم آن کمک کردند. کلگیش معارف دوست است، خیر است، واقعا نظر نیک داره برای کمک و همکاری مکتب و تو معلمین شاگردا که اینمی اداره ای که فعلا میشینه میره مردم ساخته با پیسه شخصی خود، که این مکتب غیر اون 6 سنف درسی که داره دیگه کنم اداره ای نداشت، این مردم ساخت. یک اتاق لابراتوار با هزینه 2,20,000 مردم ساخت. کتابخانه و اتاق لابراتوار خواستن. باز جنرال با مسلم محمد عدد فرزی که به هر نفر، هر کسب و کار، هر تجار یک انگیزه وجود چاوه که هر کس بتانه کمک در مکاتب شوه. ریاست معارف بامیان میگوید که پس از اهدای این زمین اطفال نزدیک به 10 روستا صاحب مکتب شدند. بعد از باز هم مردم کوشش کردند که یک مکتب دیگه هم بر دخترا بسازه و در ساحل سرخجوی یک مکتب در اونجا ساخته شد. ریاست معارف بامیان با قدردانی از حامیان معارف در این ولایت میگوید که از زمستان سال گذشته تا کنون 14 جریب زمین زراعتی را باشندگان محل برای مکاتب این ولایت اهدا کردند. مقام های ریاست معارف میگویند که مردم محل در کنار اهدای زمین، ترمیم مکاتب، استخدام معلم و پول نقد نیز برای پیشبرد برنامه های درسی مکاتب بامیان کمک کردند. مردم آمادگی نشان دادم، آمادگی به طرح بدیل آموزشی در حالت اضطرار. اونا با ما همکار هستند، شوراها همکار هستند. در صورتی که وزارت معارف به گروپای کوچک یا به هر شکلی که حالت منطقه را درک کرده، حالت تحلیل وضعیت داشته باشه، مردم با ما همکار هستند و حتی شاید معلم برای ما کمک کنند و هر نوع کمک و نیازی که معارف داشته باشند صادقانه با مردم مطرح میکنند و مردم معارف همکار هستند. معارف ولایت بامیان نزدیک به 150,000 دانش آموز دارد. به گفته این مقام ها بیش از 47% این دانش آموزان را دختران تشکیل می دهند. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، بامیان.